سوره هجر جزء 14. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. این آیات کتاب و قرآن روشنگر است، چه بسا کسانی که کافر شدند دوست دارند و آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند. بگذار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوهای دراز سرگرم و غافلشان سازد، پس به زودی خواهند دانست. و ما اهل هیچ دیار و شهری را هلاک نکردیم مگر اینکه مهلت و اجلی معین داشت. هیچ امتی بر اجل خود پیشی نمی گیرد و از آن عقب نخواهد افتاد. و کافران گفتند ای کسی که قرآن بر تو نازل شده است، بی تردید تو دیوانه ای، اگر از راست گویانی چرا فرشتگان را برای ما نمی آوری؟ ما فرشتگان را جز به حق نازل نمی کنیم و هرگاه نازل شوند آنگاه به آنها مهلت داده نمی شود. همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعا ما نگهبان آن هستیم. و یقینا ما پیش از تو پیامبرانی در میان گروه ها و امت های نخستین فرستاده ایم. هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر آنکه مسخره اش می کردند. این چنین آن تکذیب و استهزا را در دلهای مجرمان راه می دهیم. آنها به آن قرآن ایمان نمی آورند و به راستی سنت و روش پیشینیان نیست چنین گذشته است. و اگر دری از آسمان به روی آنها بگشاییم که پیوسته در آن بالا روند، باز هم می گویند یقینا ما را چشم بندی کرده اند بلکه ما گروهی سحر شده ایم. و به راستی ما در آسمان برج‌هایی قرار دادیم و آنها را برای بینندگان آراستیم و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم مگر آن کسی که دزدان گوش فرا دهد، پس در آن صورت شهابی آشکار دنبالش کند. و زمین را گستردیم و در آن کوه‌های استواری افکندیم و از هر چیز سنجیده در آن رویاندیم و برای شما انواع وسایل زندگی و همچنین برای کسانی که روزی دهنده آنها نیستی در آن قرار دادیم. و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه‌هایش نزد ماست و ما جز به اندازه‌ای معین آن را نازل نمی‌کنیم. و ما بادها را بارور کننده ابرها و گیاهان فرستادیم، پس از آسمانها آبی نازل کردیم و با آن آب شما را سیراب ساختیم در حالی که شما خازن آن نیستید. و یقینا ما ایم که زنده می کنیم و می میرانیم و ما وارث هستیم. و به یقین حال گذشتگان شما را دانسته ایم و به یقین حال آیندگان را هم به خوبی دانسته ایم. و ای پیامبر، بیگمان پروردگار تو همه آنها را در قیامت محشور می کند، همانا او حکیم داناست. و به راستی ما انسان را از گل خشکیده ای که از گل بویناک تیره ای بود آفریدیم و جن را پیش از آن از آتش سوزان آفریدیم. و به یاد آور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان فرمود همانا من آفریننده بشری از گل خشکیده ای که از گل بویناک تیره ای گرفته شده هستم، پس چون او را آفریدم و به او سامان دادم و از روح خود در آن دمیدم، همگی برای او سجده کنید. پس همه فرشتگان با هم دیگر سجده کردند جز ابلیس که سرپیچی کرد از آن که با سجده کنندگان باشد. خداوند فرمود ای ابلیس، تو را چه شده که با سجده کنندگان همراه نیستی؟ گفت من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده ای که از گل بویناک تیره ای آفریده ای سجده نخواهم کرد. خداوند فرمود از آن بهشت بیرون شو، بیگمان تو رانده شده ای و همانا تا روز قیامت بر تو لعنت خواهد بود. ابلیس گفت پروردگارا، مرا تا روزی که مردم برانگیخته می شوند مهلت ده.
خداوند فرمود یقینا تو از مهلت یافتگانی تا روز وقت مقرر و معین شده. گفت پروردگارا به سبب اینکه مرا گمراه ساختی قطعا من گناه و بدیها در زمین در نظرشان زینت می دهم و همگی آنها را گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلص تو را از میان آنها. خداوند فرمود این راه مستقیم است که به من می رسد. یقینا تو را بر بندگانم تسلطی نیست مگر بر آن گمراهانی که از تو پیروی می کنند و بی گمان جهنم میعادگاه برای همه آنهاست. برای آن هفت در هست، برای هر دری گروهی از آنها تقسیم و معین شده اند. یقینا پرهیزگاران در باغهای بهشت و در کنار چشمه ها هستند. به آنها گفته می شود به سلامت و ایمنی به آن باغها وارد شوید. آنچه در دلهایشان از کینه و حسد بود بیرون کشیدیم. برادران بر تختها روبروی یکدیگر قرار دارند. در آنجا هیچ خستگی و رنجی به آنها نمی رسد و هیچگاه از آنجا بیرونشان نرانند. ای پیامبر، بندگانم را خبر ده که یقینا من آمرزنده مهربانم و آنکه عذاب من همان عذاب دردناک است و آنها را از مهمانان ابراهیم خبر ده. چون بر او وارد شدند و سلام گفتند، ابراهیم گفت همانا ما از شما می ترسیم. گفتند نترس، بیگمان ما تو را به پسری دانا بشارت می دهیم. ابراهیم گفت آیا به من این بشارت می دهید با اینکه پیری به من رسیده است؟ پس به چه چیز بشارت می دهید؟ گفتند تو را به حق بشارت دادیم، پس از ناامیدان نباش. ابراهیم گفت و چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش ناامید می شود؟ آنگاه گفت پس ای فرستادگان خدا، مقصود شما چیست؟ گفتند همانا ما به سوی قوم گنهکار فرستاده شده ایم تا آنها را هلاک کنیم، جز خاندان لود که ما حتما همه آنها را نجات خواهیم داد، مگر همسر او که ما قدر داشتیم او قطعا از بازماندگان باشد. پس هنگامی که فرستادگان خدا نزد خاندان لوط آمدند، لوط گفت همانا شما گروهی ناشناس هستید. فرشتگان گفتند بلکه ما همان چیزی را برای تو آورده ایم که آنها در آن تردید داشتند و ما حق را برای تو آورده ایم و ما قطعا راست گویانیم. پس پاسی از شب گذشته خانواده ات با خود بردار ببر و خودت به دنبال آنها برو و کسی از شما پشت سرش ننگرد و به آنجایی که فرمان یافته اید بروید و ما این امر را به او وحی کردیم که همانا صبحگاهان همه آنها ریشکن خواهند شد و اهل شهر شادی کنان به طرف خانه لوط آمدند. لوط گفت به راستی اینها مهمانان من هستند، پس مرا رسوا نکنید و از خدا بترسید و مرا خار نسازید. آنها گفتند مگر ما تو را از مهمانی و حمایت مردمان نهی نکرده بودیم؟ لوط گفت اینها دختران من هستند، با آنها ازدواج کنید اگر انجام دهنده کاری هستید. سوگند به جان تو ای پیامبر که آنها در مستی خود سرگردانند. پس هنگام طلوع آفتاب سیه آنها را فرو گرفت. آنگاه بالای آن آبادی ها را پایین قرار دادیم و زیر و رو کردیم و بر سر آنان سنگ هایی از سنگ گل بارانیدیم. بیگمان در این سرگذشت نشانه هایی برای هوشیاران است و همانا آن شهرهای ویرانه بر سر راه کاروانیان پا بر جاست، بیگمان در این نشانه ای برای مؤمنان است و بیشک اصحاب ایک ستمکار بودند. پس ما از آنها انتقام گرفتیم و شهرهای ویرانه شده این دو قوم بر سر راه آشکار است و به راستی اصحاب هجر پیامبران را تکذیب کردند و ما آیات خود را به آنها دادیم
پس آنها از آنان روی گردان بودند. آنها با خاطری مطمئن و آسوده از کوها خانه هایی می تراشیدند. پس صبحگاهان سیه آنها را فرو گرفت و آنچه را به دست آورده بودند عذاب الهی را از آنها دفع نکرد. و ما آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق نیافریدیم. و قیامت قطعا خواهد آمد، پس ای پیامبر به طرز شایسته ای گذشت کن. بیگمان پروردگار تو همان آفریننده داناست و به راستی ما به تو سبع المثانی و قرآن عظیم دادیم، پس هرگز چشم خود را به سوی آنچه از نعمتها و متاع دنیوی که گروه هایی از آنان را از آن بهرمند ساخته ایم ندوز. و بر آنها غمگین نباش و بال خود را برای مؤمنان فرودار و بگو همانا من هشدار دهنده آشکارم و آنها را از عذابی بترسان همان گونه که بر تقسیم کنندگان نازل کردیم، همان کسانی که قرآن را تقسیم کردند. پس سوگند به پروردگارت قطعا در قیامت از همه آنها سؤال خواهیم کرد از آنچه می کردند. پس ای پیامبر به آنچه مأمور شده ای آشکارا ابلاغ کن و از مشرکان روی بگردان. بیگمان ما مسخره کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد، کسانی که معبود دیگری با خدا قرار می دهند پس به زودی خواهند دانست. و به راستی ما می دانیم که سینه تو ای پیامبر از آنچه آنها می گویند تنگ می شود. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجده کنندگان باش و پروردگارت را عبادت کن تا هنگامی که یقین به سراغت آید. سوره نحل جزء 14. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. فرمان خدا فرا رسیده است، پس برای آن شتاب نکنید. او پاک و برتر است از آنچه شریک او قرار می دهند. خداوند فرشتگان را با روح به فرمان خیش بر هر کس از بندگانش بخواهد نازل می کند، با این پیام که مردم را هشدار دهید و بگویید معبودی به حق جز من نیست، پس از من بترسید. آسمان ها و زمین را به حق آفرید، از آنچه که شریکش می سازند برتر است. انسان را از نطفه آفرید، آنگاه او ستیز جویی آشکار شده است. و چهار پایان را برای شما آفرید که در آنها پوشش و منافع است و از گوشت برخی از آنها می خورید. و در آنها برای شما زینت و زیبایی است، چون شامگاهان از صحرا باز می گردانید و چون صبحگاهان می فرستید. و آنها بارهای سنگین شما را به شهری که جز با رنج و مشقت زیاد به آن نمی رسیدید حمل می کنند. بیگمان پروردگارتان رؤوف و مهربان است. و همچنین اسبان و استران و خران را آفرید تا بر آنها سوار شوید. و نیز برای شما زینت است و چیزهایی را می آفریند که نمی دانید. و بر خداست که راه راست را به بندگانش بنمایاند و برخی از آن راه ها بیراه و کج است. و اگر می خواست همه شما را هدایت می کرد. او کسی است که از آسمان برایتان آبی نازل کرد که از آن آب آشامیدنی است و از آن گیاهان و درختانی می روید که حیوانات خود را در آن می چرانید. خداوند با آن آب برای شما زراعت و زیتون و درختان خرما و تاکستانهای انگور و از همه نوع میوه ها می رویاند. بیگمان در این نشانه ایست برای گروهی که اندیشه می کنند. و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما مسخر کرد و ستارگان نیز به فرمان او مسخر هستند. بی تردید در این نشانه ایست برای گروهی که خرد می برزند. و همچنین مسخر گرداند آنچرا که برای شما در زمین به رنگ های گوناگون آفرید.
مسلماً در این نشانه ایست برای گروهی که پند میپذیرند. و او کسی است که دریا را مسخر ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زینتی که آن را بپوشید بیرون آرید و کشتیها را میبینی که در آن روانند و تا از فضل او روزی بجویید و باشد که شکر گذارید و در زمین کوههای استوار و محکمی افکند که مبادا شما را بلرزاند و نهرها و راهها پدید آورد شاید هدایت شوید و نیز نشانه ها قرار داد و در هنگام شب به وسیله ستارگان راه می‌یابند. آیا کسی که می آفریند مانند کسی است که نمی آفریند؟ آیا پند نمی گیرید؟ و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید نمی توانید آن را بشمارید. بی تردید خداوند آمرزنده مهربان است و خداوند آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می کنید می داند. و آنهایی را که به جای الله می خوانند چیزی را نمی آفرینند و خودشان آفریده می شوند. آنها مردگانی هستند غیر زنده و نمی دانند در چه زمانی برانگیخته می شوند. معبود شما معبودی یگانه است، پس کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند دلهایشان حق را انکار کند و خودشان مستکبرند. قطعا آنچه را پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند می داند. بیگمان او مستکبران را دوست ندارد. و چون به آنها گفته شود پروردگارتان چه چیز نازل کرده است، گویند افسانه های پیشینیان، تا در روز قیامت بار گناهان خود را به طور کامل بردوش کشند و نیز بخشی از گناهان کسانی را که به نادانی گمراهشان می سازند. آگاه باشید چه بد است آنچه بردوش می کشند. به راستی کسانی که پیش از ایشان بودند نیز مکر ورزیدند، پس خداوند بنیادشان را از اساس و پایه ویران کرد که سقف از بالا بر سرشان فرو ریخت و عذاب الهی از آنجایی که نمی دانستند به سراغشان آمد. آنگاه روز قیامت خداوند آنها را رسوا می سازد. می فرماید آن شریکان دروغین من، آن کسانی که شما درباری آنها با پیام بر آن دشمنی می کردید کجا هستند؟ کسانی که به آنها علم داده شده گویند همانا رسوایی و سختی امروز بر کافران است. همان کسانی که فرشتگان عذاب جانشان را می گیرند در حالی که به خود ستم کرده بودند، پس سر تسلیم فرود می آورند و گویند ما هیچ کار بدی انجام نمی دادیم. آری مسلماً خداوند به آنچه انجام می دادید داناست. پس از درهای جهنم داخل شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید بود، چه بد است جایگاه مستکبران. و به کسانی که پرهیزگاری نمودند گفته شد پروردگارتان چه چیز نازل کرده است، گویند خیر. برای کسانی که نیکی کردند در این دنیا نیکی است و قطعا سرای آخرت بسی بهتر است و چه خوب است سرای پرهیزگاران. باغ‌های جاویدان است که به در آیند، نهرها از زیر درختان آنجاری است، در آنجا هرچه بخواهند برایشان مهیاست. این گونه خداوند پرهیزگاران را پاداش می‌دهد. همان کسانی که فرشتگان رحمت جانشان را می‌گیرند در حالی که پاکند، به آنها می‌گویند سلام بر شما، به خاطر آنچه که می کردید به بهشت وارد شوید. آیا کافران جز این انتظار دارند که فرشتگان برای گرفتن جانشان به سراغ آنها بیایند یا فرمان پروردگارت برای عذابشان فرا رسد؟ کسانی که پیش از آنها بودند نیز چنین کردند و خداوند به آنها ستم نکرد، لیکن آنها به خیشتن ستم می کردند. پس بدیهای آنچه را که می کردند به آنها رسید و آنچه به آن مسخره می کردند بر آنان فرود آمد. و کسانی که شرک ورزیدند گفتند
اگر خدا میخواست نه ما و نه پدرانمان غیر از او هیچ چیزی را پرستش نمی کردیم و نه چیزی را بدون فرمان او حرام می ساختیم. کسانی که پیش از آنها بودند نیز چنین کردند، پس آیا بر پیامبران جز ابلاغ آشکار مسئولیت دیگری هست؟ یقینا ما در میان هر امتی پیامبری را فرستادیم که خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید، پس خداوند بعضی از آنان را هدایت کرد و بر بعضی از آنان گمراهی محقق گشت. پس در زمین بگردید، آنگاه بنگرید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود. ای پیامبر، هر اندازه بر هدایت آنها حریص باشی سودی ندارد، زیرا که خداوند کسی را که گمراه کرده است هدایت نمی کند و آنها یاورانی ندارند. و آنها با شدیدترین سوگندهایشان به خداوند سوگند یاد کردند که خداوند کسی را که می میرد بر نمی انگیزد. آری این وعده قطعی بر اوست که همه مردگان را بر می انگیزد، ولی بیشتر مردم نمی دانند. تا آنچه را که در آن اختلاف می کردند برایشان روشن سازد و تا کسانی که کافر شدند بدانند که آنها دروغگو بوده اند. فرمان ما به هر چیز که چون اراده اش کنیم فقط این است که به او گوییم موجود باش، پس بلا فاصله موجود می شود. و کسانی که پس از آن که ستم دیدند در راه خدا هجرت کردند، یقینا در این دنیا جایگاه خوبی خواهیم داد و مسلماً پاداش آخرت بزرگتر است. ای کاش می دانستند. همان کسانی که صبر کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند. و پیش از تو ای پیامبر، جز مردانی که به آنها وحی می کردیم نفرستادیم. پس ای مردم، اگر نمی دانید از اهل کتاب بپرسید، که آنها را با دلایل روشن و کتاب ها فرستادیم و ما این قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی آنچه را که به سوی آنها نازل شده است و باشد که آنها بیندیشند. آیا کسانی که بداندیشی کردند از این ایمن هستند که خدا همه آنها را در زمین فرو برد و یا عذاب الهی از جایی که نمی دانند به سراغشان بیاید، یا آنکه به هنگام رفت و آمدشان گریبان آنها را بگیرد پس نتوانند که ما را ناتوان کنند و بگریزند، یا آنکه آنان را در حال ترس و وحشت بگیرد پس بی تردید پروردگار شما رؤوف و مهربان است؟ آیا آنها به چیزهایی که خداوند آفریده است نمی نگرند؟ که چگونه سایه هایش از راست و چپ سجده کنان برای خداوند در حرکتند و آنها عاجز و فروتن هستند، و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین از جنبندگان وجود دارد و نیز فرشتگان برای خدا سجده می کنند و آنان تکبر نمی برزند. آنها از پروردگارشان که بر فرازشان است می ترسند و آنچه فرمان می‌یابند انجام دهند. و خداوند فرمود دو معبود را نگیرید، فقط او معبود یگانه است، پس تنها از من بترسید. و آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست، و نیز دین و پرستش ابدی از آن اوست. آیا از غیر خدا می‌ترسید؟ آنچه از نعمت دارید پس همه از جانب خداوند است. سپس هنگامی که ناراحتی به شما رسد باز به سوی او زاری می کنید. سپس هنگامی که آن ناراحتی را از شما برطرف ساخت، آنگاه گروهی از شما به پروردگارشان شرک می آورند تا آنچه را که به آنها داده ایم کفران کنند. پس چند روزی بهره گیرید که به زودی خواهید دانست. و آنها برای چیزی که نمی دانند سهمی از آنچه روزیشان داده ایم قرار می دهند. به خدا سوگند
البته از آنچه افترا می‌بندید بازخواست خواهید شد. و آنها برای خدا دختران قرار می‌دهند، او منزه است و برای خودشان آنچه را میل دارند. هرگاه به یکی از آنها به تولد دختر بشارت دهند، چهره اش سیاه می شود در حالی که او خشم خود را فرو می خورد و به سبب بشارت بدی که به او داده شده از قوم خود پنهان می شود و می اندیشد که آیا با خاری او را نگه دارد یا در خاک پنهانش کند. آگاه باشید، آنچه را که حکم می کنند بد است. برای کسانی که به سرای آخرت ایمان ندارند مثل و صفت بد است، و برای خداوند صفت برتر است و او پیروزمند و حکیم است. و اگر خداوند مردم را به خاطر ستمشان مؤاخذه می کرد، هیچ جنبنده ای بر روی آن باقی نمی گذارد، ولیکن آنها را تا زمان معین مهلت می دهد. پس هنگامی که اجلشان فرارسد، نه ساعتی تأخیر می کنند و نه ساعتی پیشی می گیرند. و آنها برای خدا چیزهایی قرار می دهند که خودشان از آن کراهت دارند، و زبانهایشان سخن دروغ بیان می کند که نیکیها از آن ایشان است. بی تردید برای آنان آتش جهنم است و قطعا آنها از پیشگامان جهنم هستند. ای پیامبر، به خدا سوگند که به سوی امتهای پیش از تو پیامبرانی فرستادیم، پس شیطان اعمالشان را برای آنها بیاراست، لذا امروز او دوست و یاورشان است و عذاب دردناکی برای آنهاست. و ای پیامبر، ما کتاب قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه را که در آن اختلاف کردند برای آنها روشن سازی، و نیز مایه هدایت و رحمت برای گروهی که ایمان می آورند باشد. و خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد، پس با آن زمین را بعد از مردنش زنده گرداند. بیگمان در این نشانی است برای گروهی که می شنوند. و همانا در وجود چهار پایان برای شما عبرتی است از آنچه در شکم آنها از میان سرگین و خون شیر خالص که برای نوشندگان گواراست به شما می نوشانیم. و نیز از میوه های درختان خرما و انگور مسکرات ناپاک و روزی خوب و پاکیزه می گیرید. بیگمان در این نشانه ایست برای گروهی که خرد می ورزند. و پروردگار تو به زنبور عسل الهام کرد که از کوه‌ها و درختان و داربست‌هایی که مردم می‌سازند خانه‌هایی برگزین. آنگاه از شیره تمام میوه‌ها و گل‌ها بخور، سپس راه‌های هموار پروردگارت را به پیما. از شکم آنها نوشیدنی ای با رنگ‌های گوناگون بیرون می‌آید که در آن شفا برای مردم است. بیشک در این نشانه ایست برای گروهی که می اندیشند. و خداوند شما را آفرید، سپس می میراند و بعضی از شما به پیری و فرتوتی می رساند تا بعد از علم و آگاهی چیزی نداند و همه را فراموش کند. بیگمان خداوند دانای تواناست. و خداوند برخی از شما را بر برخی دیگر در روزی برتری داده است، پس کسانی که برتری داده شده اند حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند تا همگی در آن برابر شوند. آیا آنها نعمت خدا را انکار می کنند؟ و خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوادگان پدید آورد و از پاکیزه ها به شما روزی داد. آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت خدا آنها کفر می ورزند؟ و آنها غیر از خدا چیزی را می پرستند که هیچ روزی ای را برای آنها از آسمانها و زمین در اختیار ندارند و هرگز نمی توانند. پس برای خدا مثلها مزنید، یقینا خداوند می داند و شما نمی دانید.
خداوند مثلی زده برده مملوکی را که بر هیچ چیز توانا نیست و کسی را که از جانب خود روزی نیکو بخشیده ایم، پس او پنهان و آشکار از آن روزی انفاق می کند. آیا این دو نفر برابرند؟ ستایش مخصوص خداست بلکه بیشترشان نمی دانند. و خداوند مثل دیگری زده است، دو مرد را که یکی از آن دو گنگ است و بر هیچ چیزی توانا نیست، سربار صاحب و مولای خود است، هر کجا او را بفرستد هیچ خیری را نمی آورد. آیا او و کسی که به عدل فرمان می دهد و خود بر راه مستقیم قرار دارد برابر است؟ علم غیب آسمان ها و زمین از آن خداست و امر قیامت مانند چشم برهم زدن و یا از آن هم نزدیکتر است. بیگمان خداوند بر همه چیز تواناست. و خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ چیز نمی دانستید و برای شما گوش و دیدگان و دلها پدید آورد، شاید سپاس گذارید. آیا آنها به پرندگانی که در جو آسمان مسخر فرمان خدا هستند نمی نگرند؟ مسلماً در این امر نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند. و خداوند برای شما از خانه هایتان جای آرامش قرار داد و از پوست چهار پایان نیز برای شما خانه هایی قرار داد که آن را در روز کوچ کردنتان و روز اقامتتان سبک می‌یابید و از پشمهایش و کرکهایش و موهایش اساسی و متاع تا مدت معینی قرار داد و نیز خداوند از آنچه آفریده است سایه هایی برای شما قرار داده و از کوه ها پناهگاه هایی برای شما قرار داده است و برای شما جامه هایی قرار داد که شما را از گرما و سرما حفظ می کند و جامه هایی که شما را در هنگام جنگ و درگیری مسون می دارد. این گونه خداوند نعمت هایش را بر شما تمام می کند، باشد که تسلیم فرمان او شوید. پس ای پیامبر، اگر آنها روی گرداندند جز این نیست که بر عهده تو ابلاغ آشکار است. آنها نعمت خدا را می شناسند سپس انکارش می کنند و بیشترشان کافرند. و روزی که از هر امتی گواهی برمی انگیزیم، آنگاه به کسانی که کافر شدند اجازه سخن گفتن داده نمی شود و نه از آنها تقاضای توبه می شود. و کسانی که ستم کردند هنگامی که عذاب را ببینند، پس نه از عذاب آنها کاسته می شود و نه آنها مهلت می یابند. و کسانی که شرک ورزیدند هنگامی که شریکان خود را ببینند می گویند پروردگارا، اینان شریکان ما هستند، کسانی که ما به جای تو می خواندیم. آنگاه معبودانشان به آنها پاسخ می دهند به راستی که شما دروغگو هستید و در آن روز همگی در پیشگاه خدا تسلیم شوند و تمام آنچه را افترا می بستند از نظر آنان گم و نابود شوند. کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند به کیفر آنکه فساد می کردند عذابی بر عذابشان خواهیم افزود. و روزی که در میان هر امتی گواهی از خودشان بر آنها برمی انگیزیم و تو را بر آنها گواه آوریم و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. به راستی خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد و از فحشا و منکر و ستم نهی می کند و شما را پند می دهد شاید متذکر شوید و به عهد و پیمان خدا وفا کنید هرگاه عهد و پیمان بستید و سوگندها را پس از محکم ساختنش نشکنید در حالی که شما خدا را کفیل بر خود قرار دادید،
یقینا خداوند آنچه را می کنید می داند. و مانند آن زن نباشید که پشمهای تابیده خود را پس از محکم شدن وامی تابد، که سوگندهای خود را وسیله خیانت و فریب سازید به خاطر اینکه گروهی از گروه دیگر بیشتر است. جز این نیست که خداوند شما را با این وسیله آزمایش می کند، یقینا روز قیامت آنچه را در آن اختلاف می کردید برای شما روشن خواهد کرد. و اگر خدا می خواست همه شما را یک امت قرار می داد، ولیکن هر کس را بخواهد گمراه می کند و هر کس را بخواهد هدایت می نماید، و قطعا از آنچه می کردید باز خواست خواهید شد. و سوگندهایتان را وسیله خیانت و فریب در میان خود قرار ندهید، که مبادا گامی بعد از استواریش متزلزل شود. و به خاطر باز داشتن مردم از راه خدا بدی آن را در دنیا بچشید و در آخرت برای شما عذاب بزرگی خواهد بود. و پیمان خدا را به بهای اندک نفروشید، اگر بدانید آنچه نزد خداوند است یقیناً برای شما بهتر است. آنچه نزد شماست فنا می شود و آنچه نزد خداست باقی است، و قطعاً به کسانی که صبر کردند پاداششان را به بهترین اعمالی که انجام می دادند می دهیم. هر کسی که کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است او را به حیاتی پاک زنده می داریم و مسلماً پاداششان را به بهترین اعمالی که انجام می دادند به آنها می دهیم. پس هنگامی که قرآن می خوانی از شر شیطان رانده شده به خدا پناه ببر. بیگمان او بر کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند هیچ تسلطی ندارد. تسلط او تنها بر کسانی است که او را به دوستی خود برگزیده اند و کسانی که به او شرک می ورزند. و هنگامی که آیه ای را به جای آیه دیگری جای گزین کنیم و خداوند به آنچه که نازل می کند داناتر است، آنها گویند بیگمان تو افترازنی، بلکه بیشتر آنها نمی دانند. بگو روح القدس آن را از جانب پروردگارت به حق نازل کرده است تا کسانی که ایمان آورده اند ثابت قدم گرداند و برای مسلمانان هدایت و بشارت باشد. و به راستی ما می دانیم که آنها می گویند همانا بشری این آیات را به او آموزش می دهد، در حالی که زبان کسی که اینها به او نسبت می دهند عجمی است و این قرآن به زبان عربی آشکار است. یقینا کسانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند، خدا آنها را هدایت نمی کند و برای آنها عذاب دردناکی است. تنها کسانی دروغ می بندند که به آیات خدا ایمان ندارند و ایشانند که دروغ گویان واقعی هستند. کسی که بعد از ایمانش به خدا کافر شود باز خواست می شود، مگر کسی که به زور به کفر واداشته شود در حالی که قلبش به ایمان آرام باشد. لیکن کسی که سینه خود را برای پذیرش کفر بگشاید، پس خشم خدا بر آنهاست و برای آنها عذاب بزرگی است. این به خاطر آن است که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. اینان کسانی هستند که خداوند بر دلهایشان و گوششان و چشمانشان مهر نهاده است و اینان غافلان هستند. بدون شک آنها در آخرت زیانکارانند. آنگاه پروردگار تو برای کسانی که هجرت کردند بعد از آن که شکنجه کشیدند، سپس در راه خدا جهاد کردند و صبر نمودند، بیگمان پروردگارت بعد از این رنج ها آمرزنده مهربان است. به یاد آورید روز قیامت، آن روزی که هر کس به دفاع از خود به مجادله برمیخیزد و به هر کسی پاداش آنچه کرده است به طور کامل داده می شود و به آنها ستم نخواهد شد. و خداوند مثلی زده است
قریه ای که ایمن و آسوده بود، هموار روزیش به فراوانی از هر جا می رسید، پس اهلش به نعمتهای خدا ناسپاسی کردند. آنگاه خداوند به کیفر آنچه که انجام می دادند، لباس گرسنگی و ترس را بر آنها پوشانید و به راستی پیامبری از خودشان به سوی آنها آمد، پس او را تکذیب کردند. آنگاه در حالی که ظالم بودند، عذاب الهی آنها را فرو گرفت. پس از آنچه که خدا به شما روزی داده است، حلال و پاکیزه بخورید و شکر و نعمت خدا را به جای می آورید اگر او را می پرستید. خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شده است بر شما حرام کرده است. پس کسی که ناچار شود در حالی که نه ستمکار باشد و نه از حد تجاوز کند، پس بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است. و چیزی را که زبانتان به دروغ توصیف می کند نگویید، این حلال است و آن حرام، تا بر خدا افترا ببندید. یقیناً کسانی که بر خدا افترا می بندند رستگار نمی شوند. در این دنیا بهره اندک نصیبشان می شود و برای آنها در آخرت عذاب دردناک است. و بر کسانی که یهودی شدند حرام کرده بودیم چیزهایی را که پیش از این بر تو حکایت کردیم و ما به آنها ستم نکردیم، ولیکن آنها به خودشان ستم کردند. سپس پروردگار تو برای کسانی که از روی جهالت بدی کردند، آنگاه بعد از آن توبه کردند و اعمال خود را اصلاح کردند، یقینا پروردگارت بعد از آن آمرزنده مهربان است. به راستی ابراهیم به تنهایی امتی بود، فرمان بردار خدا، حنیف بود و هرگز از مشرکان نبود، شکر گزار نعمتهای خدا بود. خداوند او را برگزید و به راه راست هدایتش نمود. ما در دنیا به او نیکی عطا کردیم و قطعا او در آخرت از صالحان است. سپس به تو ای پیامبر وحی کردیم که از آیین ابراهیم که حنیف بود و از مشرکان نبود پیروی کن. رعایت تعظیم روز شنبه تنها بر کسانی که در آن اختلاف کردند مقرر شد و بیگمان پروردگارت روز قیامت در آنچه اختلاف می کردند میان آنها داوری می کند. با حکمت و پند نیکو مردم را به راه پروردگارت دعوت نما و با روشی که نیکوتر است با آنها بحث و مناظره کن. بی تردید پروردگارت به حال کسی که از راه او گمراه شده است داناتر است و نیز او به هدایت یافتگان داناتر است. و اگر خواستید مجازات کنید، پس چنان مجازات کنید که شما را مجازات کرده اند. و اگر صبر نمایید، مسلماً آن برای صابران بهتر است. و ای پیامبر، صبر کن و صبر تو جز به توفیق خدا نیست و بر آنها اندوهگین مشو و از آنچه مکر می‌ورزند دلتنگ مباش. همانا خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کردند و کسانی که نیکوکارانند.